برگشتیم در حضور شما خوبان. در این قسمت هم آقای محمد رامش طاهری و آقای نورالله فیضی را با خود ما داریم، جوانانی که در صنعت چوب دستاوردهای زیادی دارند و همچنان نمونه کارهایشان هم با خودشان امروز در برنامه آوردن. آقای طاهری سلام، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم به شما، سلام به کارمندایتان و بیننده های خوب کمینه. حالا ما را از پشت پرده تلویزیون رای فردا میبینند. سلام و درود بر شما، امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی پشت سر بگذرانند و دارای صحت کامل باشند. سلامت باشین. سلامت باشین. ممنونتان، شما هم خیلی خوش آمدین آقای فیضی. سلام به شما، سلام به کارکنان شما و یک سلام خاص به پدرجان و مادرجان و به اساتید محترم. نگه امید که رمضان به خوبی و خوشی سپری کنم. انشاءالله سلامت باشین. همونطور که بینید عزیز، همچنان در تصویر شما میبینید که بله، یعنی استودیوی ما خیلی زیباتر و مقبولتر شده با این صنعت زیبایی که هنرمندان عزیز ما در این حرفه و در این عرصه کار کردن. خیلی ها تلاش کردن و زحمت کشیدن، واقعا دستاوردهای خوبی را با خودشان همراه در برنامه صبح فردا آوردن. حالا روی این دستاوردها صحبت می داشته باشیم که صنعت چوب را اینا چطور مثلا یاد گرفتن و چگونه فرا گرفتن این هنر را و چه چیزهای دیگی مثلا دستاوردهایشان بوده، چقدر دستاورد داشته تا فعلا. آقای طاهری از خود شما آغاز می کنیم که چند مدت است رو آوردین به این کار زیبا و هنر زیبا و قشنگی که واقعا خیلی ها قشنگ است با چوب. من مدت 3 سال میشه که در این رشته آمدیم، اینستیتوت هنرهای زیبا محصلش هستم، سال آخرم است. بله. و خیلی دستاوردهای هم داشتیم دیگه، نشد که واره با خود بیاریم. و یک کندنکاری ها مکمل کندنکاری نورستانی سیمی که در دست شما هست، آی کندنکاری نورستانی سی کندنکاری هم که اینجا کندنکاری نورستانی می باشد و این تختی هم که از ماتم گاندی را ما کار کردیم این کندنکاری برجسته می باشد و این کلمه قلوالا حد هم که می باشد این کندنکاری کلاسیک می باشد. ما در اینجا با انواع های مختلف کندنکاری کلاسیک، نورستانی، کندنکاری برجسته، کندنکاری های نیمه برجسته را کار میکنیم و بعضی کارهای دیگه که با چوب یا شود کار میکنیم در بخش صنعت چوب. بسیار عالی. آقای فیضی هم صحبت داشته باشد. طبعا هر شخصی که یک کاری را میخوای انجام بده نیاز به یک انگیزه ای داره. انگیزه خودتانی که رو آوردین به صنعت چوب در چی بوده؟ من علاقه خاصی به رشته صنعت چوب داشتم. بسیار عالی. دیگه مدت 3 سال میشه که در انستیتوت هنرهای زیبا در شاگرد استاد میلاد جویا هستیم و استاد میلاد جویا سر ما کار میکنم و کارهای ما اینه آورده میجا. شما میبینین کندنکاری نورستانی است که بسیار ظریف کار شده و بسیار عالی. و چوبی را که استفاده میکنین، نوعیت چوبتان بیشتر چی است؟ ارچه میباشد. چوب ارچه؟ از روغنی استفاده نمید؟ نه، روغنی استفاده. چوب ارچه به خاطر کندنکاری نورستانی چوب ارچه بهتر کار میشه در ایش کندنکاری و کندنکاری های برجسته ما روی چوب های 16 میلی لاسانی کار میکنیم. بسیار عالی. آقای طاهری، جلایشی که روی از اینا هسته از چی استفاده میکنه؟ اسپری، یک نوع اسپری به نام اسپری هستر می باشد. وقتی کار ما تمام میشه و پالش میکنیم کار خود، با دوست اسپری میدنیم که نیره موریانه بخوره و نه خراب شد و جلایش خود بکشه. بسیار عالی. اینی میره بر ما بتین ببخشید. ایشه؟ آه بله. در رابطه به هم صحبت داشته باشین و بگین که چند مدت طول میکشه کاری مثلا نمیقدر یک بعض شاگردای ما که ما نو شاگرد می در اینستیتوت ما می جذب میکنیم از صنف 10 تا صنف 11 و نو دستشون به کندن کاری میشه. وقتی که صنف داخل صنف 12 جن سمستر اول با زیاد مدت یک ماه که دستشون بگرده ایت کارا رو میتونن باز سمستر دو مدت 2 یا 3 روزه وقت میگیره که کندن کاری شوه. او یکم حوصله میخواه. بله. خود شما در چه مدتی تمام میکنید؟ ایره در مدت 4 روز تمام میکنیم. 4 روز و بسیار ظریف کاری میشه. ظریف کاری میشه و تختایی که برجسته عکس یا باشد او را در مدت یک هفته یک نیم هفته تمام میکنیم. بسیار خوب. وسایلی که استفاده میکنین چی است برای کندنکاری از اینا؟ با کندنکاری از وسایل اسکنه استفاده میکنیم. فقط اسکنه است بس. اسکنه مو چاورسی به حساب خودم و حساب چیزش نام اصلیش اسکنه میباشد که در اسکنه استفاده میکنیم مکمل بعد است. بسیار خوب. بسیار لی. این کاری که هست؟ این هم کار خودم است با همکاری استاد میلاد جویا. ایران در مدت وقتی داخل سنف 12 سمستر اول شدیم در مدت یک ماه
تانستیم که تکمیل کنیم. یعنی بسیار عالی، از رنگ های مختلف استفاده. از رنگ های مختلف. چقدر رنگ میتونه مهم باشن؟ رنگ در ظرفیت و زیبایی چوب رنگ بسیار رول مهم دارد و ما هم این چوب که میبینیم چوب هرچند باشه دیگه رنگ اسپریسیو کردیم و بعد وقتی کندن کاریش تمام شد اسپری کردیم اسپریسیو، بعد اسپریسیو ایره اسپری استر دیدیم که جلایش خدا بکشه. بسیار خوب. و خانم مصباحی رو مگه نشان میدیم متفاوت هست؟ بله. یک کار دیگه هم هست که در رابطه به این هم یا آقای طاهر یا آقای فیضی هم سوال داشته باشه. این یک نوع وقتی که مکتب های برای خانم دخترها بسته شده ایره ما ترسیم نمودیم، بعد از ترسیم بسیار یک کندنکوری ظریف شده، یعنی نماد عزیز که عدالت خواهی و حقوق زن را در افغانستان نشان میدهد. بسیار عالی، بسیار عالی. بیشتر چه چیزها را روی چوب شما رسم میکنین و نقشه میکشین؟ پیش از این کندنکوری میکردیم، مال شوق علاقه به برجسته‌کاری داریم که عکس بگیریم روی دیزاین های مختلف کار کرده بریم و عکس های شخصیت های بزرگ کار کنیم در یوتیوب و خیلی با ارزش تر هم هست. کندنکاری هم میکنیم اما در پولی کندنکاری علاقه و شوق زیاد در بخش آن ما به خاطر کندنکاری روی چوب از شخصیت های بزرگ میباشد. بسیار خوب. بسیار عالی. آقای فیضی در رابطه به هم تابلویی که در کنار شما هست که قل هو الله هست صحبت داشته باشید؟ این تابلو که هست چوبش چوب 8 میلی میباشه و در ظرف یک هفته کار شد و از چوبای دورافتاده ای که ما او را بعضی دوستا کار کرده بودن چوبش چه بود؟ همین چوب به اصطلاح عامیانه زایه باز ما او را گرفتیم و برش کردیم کارش کردیم. بسیار در یک کاری که انجام میتین تیمی کار میکنین یا نه جدا جدا کار میکنین؟ اکثرت کار ما تیمی میباشه، ما دو نفر در هر تیم تقسیم میشیم و کار میکنیم. بسیار عالی. بسیار عالی، خیلی خوب. و بعدش که کار از اینا تمام شد، یعنی از تابلو از این چوبای قشنگی که مثلا دیزاین کردین شاید خیلی زیاد کار کرده باشین و پیشنهاد داشته باشین، بازی رو به فروش میرسانین یا خیر؟ بازی فعلا خب مربوط دولت میشه، باز کسی که بخواد به فروش میتونین که برش کار کنین. میتونین شخصی هم کار کنین؟ شخصی هم کار کنین. ما به خاطر که داخل اینستیتوت اجازه کار داریم که شخصی هم به مردم چوبیاش مصرف شه خودمون گردن بگیریم و برشون کار کنیم به فروش برسانیم. بله. هزینه حدودا چقدر میباشه مثلا اندازه اینمی؟ و اگه به اندازه این تابلوی که ما عکس ماتم گوندی را کار کنیم، اگه به یک شخص بیاید بگید برای من تو عکس مداری چوب کار کنین، حدود 10,000 افغانی کار میکنیم. 10,000 افغانی؟ 10,000 باز برجسته و ارزش منی. باز مراتم داریم یعنی؟ چرا نه؟ این کسایی که از طریق تلویزیون رای فردا بین بگید ما برنامه را دیدیم برای تخفیف بدیم. بسیار عالی. آقای فیضی عزیز هم صحبت داشته باشین، در صنعت چوب چقدر خلاقیت میتونه مهم باشه؟ خلاقیت نقش بسیار مهم خود داره. کسی که مثلا امو خلاق نباشه کار کردن نمیتونه، به خاطر که بسیار حوصله میخواد. هر کاری که شما میبینین هر کاری بسیار نازک نازک امو ظریف از بسیار کارش حوصله بسیار زیاد کار داره. آدمای کم حوصله نمیتونن کار کنن. در ماه مبارک رمضان باز حوصله دارین ان شاء الله؟ ان شاء الله. کدام وقتی اگر یک تابلو را عین کار کردن از پیشتان یک جاش بشکنه چیکار میکنی؟ اگر عین کار کردن از پیش ما بشکنه تخته او را خو طبعا از دولت به خاطر کار بر ما داده، اگر بشکنه او را دوباره ششکاری میکنیم. ششکاری میکنیم، بعد از ششکاری او را پالش میکنیم که مثل سابق خود پس میشه و چه فهمیده نشه که شکسته یا مایده شده. رای حل داره یعنی؟ رای حل داره. شاید هم اینا هم بعضی شکسته باشه. اینه می شکسته، نشکسته؟ نشکسته، عره شده از بین که دیریش کندن کاری شده. چون اینجا شیرش زدن دیگه. بسیار خوب. آقای فیضی از یه هم صحبت داشته باشین، تا هنوز هم شده عکس خودتون روی چوب کار کرده باشین؟ تا به حال نه، اما در تصمیم وضعی هستیم که عکس خود کار کنیم. عکس همی استاد میلاد جویا را و از ما یک کار دیگه زیر دست داریم، عکس وزیر دفاع امارات اسلامی ملا یعقوب، عکس او زیر دست است که او کارش کمک مانده بود، اگر نه تصمیم بود که او را بیاریم دیگه تمام نشد. ما این کار در روز جمعه رفته بودیم اینستیتوت این کار تمام کردیم، این هم تمام هم تو مکمل نشده تا فعلا، کمی چفتی کاری گپایش مانده. بسیار عالی. عکس ما را کدام تان تصمیم داریم بکشیم بخیر؟ چرا نه؟
از آقای حسینی چقدر هزینه میبره آقای طایری؟ مرد نگره فقط وسایلی که تختی چوبات بوده مامتو برشون مثل یک دفعه کار میکنیم. قربانتون سلامت باشیم. چوب شه نیمه برتون بتون؟ فقط همه چوب شه. چوبیش نداریم در خانه. از مستان کاش که میگفتی. نباز تختی لاسانی شان زمینی کار دار. از غال سنگ هم خونه میشه. بسیار خوب. خیر است. مشکل نیست انشالله. انشالله ما در خدمتتون هستیم. خاص امریکا داشتیم. خیلی تشکر. چقدر با این تابلوهایی که شما کار کردن خانه تان و اتاق تان تزیین کردن؟ تابلو دیگه چیز نبودیم به خانه خود. ما به این سمستر که پرکتیک ماست تصمیم داریم که یک عکس دسته‌جمعی هم از تمام سینفی های ما کار کنیم و یک چند آنه کار دیزاینی هم ما یادگاری و پیش خود کار کنیم و ببریم. به به چقدر زیباس هنر. یعنی واقعا شما بخواین هر تصویری که دوست داشته باشین میتونید که در روی چوب تخته چوب ترسیم بکنین بکشین. بله چرا نه. هنر شما هم شبیه هنر نقاشی است. در هنر نقاشی هم دسترسی داریم؟ باز هنر نقاشی ما در کامپیوتر فقط عکس که میگیریم در کامپیوتر برش یا دیزاین کاریش میکنیم، باز کامپیوتر رو چاپ میکنیم، باز میمونیم دیگه فقط از روی سایل میکنیم، روی چوب کندن کاریش میکنیم. آها. فقط دیگه باز هم نقاشی، باز بعد چیزایی که بخوایم نقاشی کنیم نقاشی میکنیم، روی چوب مندازیم، باز رو کندن کاری میکنیم. یک 10% با نقاشی هم کار ما هست. بسیار عالی. در روی از این چوب هایی که مثلا مثالش ای میشه از رنگ های مختلفی هم استفاده کرد؟ به خاطر دیزاین رویش آچرانی میشه. یک رنگ رنگایی که به خاطر نقاشی کار میکنن میتونیم که به خاطر زیبایی و مقبولیش هر رو رنگ را رویش استفاده کنیم. بسیار عالی. خیلی ممنون. خیلی تشکر از اینکه تشریف آوردین. در اخیر گفتنی صحبتی پیام اگر باشه برنامه سفردا در خدمت هست. با عرض تشکر از برنامه خوبتان که ما را دعوت نمودین، افتخار بخشیدین. از جوانای وطن ما میخواییم که جای نرن، در وطن خود ما باشیم. درس در میجام از در اروپا هم است. اگر خود ما بخواییم که واقعیت درس بخونیم و دل ما به درس باشد، هم اینجا میتونیم درس بخونیم، هم در مملکت های مردم که بریم. همین خوب است که باشیم، وطن خدا آباد کنیم، از خود یک چیز بسازیم. اینستیتوت های مسلکی هنوز هم جذبیت فعالیت خود داره برای آموزندگانی که بخواهد برن اونجا یک پولی درس یک مسلک را هم یاد بگیرن و او هم برشان یک کلان افتخار میشه، میتونن سب بروز اون مسلک خود یک چیز درآمد کنن. و دیگه از جوان های وطن خدا خواهان داریم که جای نروان بباشن و وطن خود ما وطن خود ما را آباد کنیم. تشکر. خیلی پیام نیک. پیام آقای فیضی را هم داشتم. من پیام به جوان همی است که ورزش کنن، از مواد مخدر دوری کنن. و دیگه یک تشکری خاص از شما، از تمام اساتید محترم و از فامیل محترم که ما را در این بخش تشویق میکنن. بسیار خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردین. بخیر باشین. سلامت. سلامت باشین.